Lesson 29. درس دوره های هزم زبان انگلیسی با دوره فعلی دوره تافل در خدمت شما تو نزید هستم و از لغت شماره یک مستقیم درس رو شروع میکنیم با تلفظ اکنالج اوکی اکنالج نگین اکنالج اک نمیگید اک اکنالج یعنی پذیرفتن و تایید کردن توی فیلم معمولیت غیر ممکن موقعی که دستیار تام کروز توی دادگاه حاضر میشه میگن که آیا تایید میکنی که تام کروز توی این عملیات بوده میگه که I can't acknowledge. فقط میگه I can't acknowledge من تایید نمیکنم و این ادعاها رو نمیپذیرم. اگه خواسته بگه پذیرفتن، ادعا و تایید کردن ای یک مسئله تایید کردن ای یک مسئله میگی acknowledge انگار میگی approve انگار میگی for example verify اینجور به کار برای حوالت هم خانواده یه مثال میگم میگم که تو اشتباه کردی ولی به هیچ وجه نمیخوای بپذیری میگم که you made a mistake but you don't want to acknowledge your mistake تو نمیخوای اعلان کنی و بگی که بالاخره این مشکل و این اتفاق افتاده اوکی okay, تو نمیخوای تصدیق کنی که این مشکل وجود داره you don't want to acknowledge this mistake You don't want to acknowledge this mistake. You are refusing. داری رد میکنی. داری کلا نادیده میگیری این قضیه رو. میخوای که بگی من این کارو نکردم میگم refuse. سر باز میزنی قبول نمیکنی. You are refusing to acknowledge oh, actually her mistake. میدونی اون اشتباه کرده ولی داری سر باز میزنی میگی اون اشتباه نکرده. نمیپذیری. Okay? You are refusing to You are to acknowledge. Acknowledge. تایید کنی و بپذیری پذیری که اون مشکل وجود داره در سازمان مشکل خوردیم ما. میگیم acknowledge. لغت آسونیه. تایید کردن پذیرفتن acknowledge لغت بعدی. دوستان لغت بعدی ما از, از کلمه به طرف فوج اکوایر صحبت میکنه به دست آوردن شما در این زبان یاد میگیریم پس دارین مهار زبان رو به دست میارید این میشه اکوایر میخوای پول به دست بیاری بازم میگی اکوایر دانش به دست بیاری میگی اکوایر داده میخوای به دست بیاری داده های آماری میخوای به دست بیاری بازم میگی اکوایر پس میگیم که for example آی هاف تو اکوایر سام دیتا اول باید واسه پایان نامم ام دیتا به دست بیارم اکوایر کنم داده هام رو درسته میخوای بری خارج کشور پس باید اول مهارت کسب کنی میگم که یو نید تو اکوایر سام نیو skill اوکی اوکی یو نید تو اکوایر ا نیو فقط یک مهارت ا نیو skill دیورینگ the کورس باید در طول این دوره یک مهارت جدید حتما کسب کنی you need to acquire this if you don't acquire for example this level اگه این سطح رو به دست نیاری بهش نرسی نمیتونی به اروپا مهاجرت بکنی با کلمه acquire این مثال ها رو میشه گفت بس بریم بعدی خب دوستان که میگه ادج ادج مگه ما نمیگیم پروورب پروورب یعنی ضرب مثل برو بالا بگو ادج ادج نه ها ادج یعنی ضرب مثل به خودش میگیره میگم که مثلا ما توی فارسی یا توی انگلیسی یه ضرب مثل بسیار قدیمی داریم که میگه میگیم که we have an old adage we have an old adage which says for example easy come easy go آسون بیاد آسون میره باد آورده را باد میبرد پس این چی بود این یک ادج بود در زبان فارسی ما یک ضرب مثل بود این یک ادج بود یک پراورب بود پس استفاده از این لغات نمره شما رو بالا میبره نشون میده که مکالماتون چقدر سطح پیشرفته و اد ادونس هستش این خیلی مهمه که دانش لغات شما بالا باشه که از یک لغت دست کم 6 تا هم خانواده رو بدونید خب بریم جلو لغت بریم توی این درس میگه assimilate میگه assimilate یعنی جذب کردن اوکی جذب کردن میگم که من تازه اومدم کانادا خب زمان لازم دارم که این فرهنگ رو به خودم جذب کنم بیام بشم یکی از اینا دیگه میگم I need time I need time to assimilate into assimilate into خودم رو جذب کنم تو این کال تو این فرهنگشون I need time to assimilate myself or نگین زمیر محکوس لازم نیست بگید I need time to assimilate into this new culture به هم وقت بده خودم رو سر موقع به وقتش توی این فرهنگ حتما چی کار میکنم حتما خودم رو غرق میکنم جذب میکنم در این به گل گفتن این فرهنگ جدید بس میگیم که assimilate I need time to assimilate into new culture into new culture لغت بسیار راحتی یه روش نمیخوام زیاد مانور بدم به از جاها من تحلیل رفتن میده شبیه ساختن میده خب بسته به کانتکس شما داره اوکی okay. مثلا یه مثلا بهتون بگم میگم لغات تا هم آسون هم سخت هم معمولیه واسه همینه که بعضی از دوستان که تجربه از قبل دارن راحت میتونن این اطلاعات رو به خودشون سریع جذب کنن میگم some of you guys can assimilate new information very quickly بعدیتون خیلی سریع میتونید این دانش‌های جدید رو اطلاعات جدید رو اسیمیلیت کنید جذب کنید به خودتون خب دوستان لغت بعدی رو بعد میگه اسورتمنت زینی ساسیه اسورتمنت میگه مجموعه در این مجموعه ما در این مثلا بگیم فروشگاه بگم مجموعه دلوقت بد در میاد در این فروشگاه ما مجموعه ای از لپتاپ ها و تبلت های سری دل و اچ رو به شما معرفی میکنیم میگم که این کمپانی وی آفر ان اسورتمنت اف دل لپتاپس اند Latitude سریز پس ما چی کار میکنیم؟ ما آفر میکنیم چی؟ مجموعه ای از لپتاپ های دل Assortment of دل Laptops و دیگه چی؟ سری Latitude سریه های نظامی و جانسخت پس شما وقتی یه مجموعه رو معرفی میکنیم یه assortment assortment of fruits بگو مجموعه ای از میوه ها assortment of books یعنی مجموعه ای از کتاب ها assortment مجموعه ای از چیز رو شما آفر میکنی به به مشتریات معرفی میکنی خب لغت بعدی ما توی این داش میگه کالیبر کالیبر دوستان در اسلحه میگن که کالیبر تفنگ میزان دقت در آیتم مایتم محصول یا عمل کرده یک کارمند میگن سطح کیفی و سطح کیفیت For example, this company only hires uh, employees of the highest caliber. In Sazmanagi, we have a resume to install. استخدام میکنه یک سری از کارمندایی رو با بالاترین سطح کیفیت ممکن از لحاظ دانشی منظورمون باید در بالاترین سطح باشن پس this company only hires employees of the highest caliber of the highest caliber بسیار پس میتونه بالاترین سطح کیفیت رو استخدام کنه چی؟ caliber بریم بالا لغت بعدی ما میشه conditioned okay? Conditioned. ولی اینجا لغت توی پی دی که من دارم یه حالت آکولاد باز کرده بعدش آورده این لغت رو حالتی از کانتکست خواسته منش تغییر بده توی کتاب ورژن جدید دوستان عزیز ورژن جدید که من دارم روبرومه همون میشه کندنسد کندسند نه ده در زبان انگلیسی وقتی شما از کلمه کندنس ده صحبت میکنی برمیگردی رسمن داری میگی حالتی از تراکم به وجود اومده اینجوری بگم بهتون condensed بهش میگن تراکم متراکم اینجور معنیات توی این لغت یادتون باشه خود کلمه یه کندنس هم میدونید دیگه خود کلمه یه کندنس از حادتی از تراکم و فشرده به گونه گفتنی گرفته میشه خب ببینیم چه مثالی میتونیم با این بگیم برای مثال میگیم که میخوام با فشرده بگم میگم مکالمه خوبی داشتی کنفرانس خوبی داشتی ارائه خوبی داشتی خیلی فشرده بود امت کرد دو دقیقه ای تمام کردی بهترین نمره گرفتی میگم یور اسپچ very condensed تو, تو گفت دو ساعت میکشه خیلی خوب بود تو تمام شد یور اسپچ واز very condensed یور اسپچ very condensed یور اسپچ واز very condensed حالا حالا اینجا میخوام بگم, بگم فشرده بوده درسته اینجا ما گفتیم فشرده بود اما میخوام بگم که مکالمت طولانی بود مدیر قبول نکرد فشردش کرد به چند دقیقه یعنی لاین هایی و خود رو از پاراگراف حذف کرده میگم که your speech was condensed into just a few minutes Your speech was condensed into just a few minutes. یارو اومد خطوط نوشته های تو رو حذف کرد، کوتاه‌ترش کرد. پس نوشته ای تو condensed شد، فشرده شد. دوستان لغت پرکاربرد بعدی ما توی این درس برمیگرده میگه به گول گفتنی اگر اشتباه نکنم پی دی اف با کتاب اشتباه نشه بله Contradictory Contradictory یعنی متناقض لغت راجیه میگم که برای مثال برای مثال میگم که یور استیتمنتس اعلانیه ها جمله‌ها ها و ادعاهای تو خیلی متناقضه به هم نمیخونه الان یه چی میگی فردا چی گفتی درست در نمیاد جملات با هم دیگه your statements are very contradictory your statements are very contradictory متناقضن با هم نمیخورن خواستی بگی متناقض بگو contradictory ادعاهای تو contradictory هستن متناقض هستن جمله دیروزت با امروزت contradictory هست متناقضه با هم دیگه نمیخونه بریم بعدی لغت بعدی ما میگه disregard disregard نادیده گرفتن بریم هزار ست واجه میگفتیم که uh, condone هم خانواده اگه ignore condone ignore نادیده گرفتن خود تافل دروس قبلی overlook نادیده گرفتن پس بریم ایس روبروش condone overlook ignore overlook condone ignore برو جلو disregard میگم که you can't disregard my warnings دارم به تو هشدار میدم نمیتونی هشدارهای من نایده بگیری don't disregard the changes لطفاً تغییرات رو نایده نگیر همین تغییرهای کوچیک میخوام بشن فردا فلان مسائل پس don't disregard توی ایمیل و این مسائل میاره میگه اگه این ایمیل برای شما نیست لطفاً disregard it ایمیل را و لینکی که به شما ارسال کردیم رو disregard کن نادیده بگیر بسیار اما دوستان لغت بردگی ما میگه precious precious خیلی گران بهاش آقا زمان گران بهاش زمان تلاس time is precious راحت time is precious بسیار گران بهاست به تلا الانگو precious گران ها کتاب تافل خیلی گران بهاش واقعا اینجوریه علمیه میگیم که this book is very precious برمیگرده به هزاران سال بعضی موقع نگهش داشتیم جدا در درجه جد به هم رسیده به من رسیده میگیم که precious اوکی okay? precious خیلی گرام به این قطعه ای که پیدا کردم خیلی گرام به هاست از ایسام گرفتم تو مزایده جایی پیدا نمیشه precious بریم بعدی میگه prominent سعدی شاعر سعدی شاعر حافظ به گله گفتنی شعرهای برجسته کشور دانشمندان برجسته کشورمون بسیار آدمای برجسته ای هستن میگیم prominent میگیم که هی is a ویری prominent پرسن in ایران سو شی از ا prominent سینگر هی از ا prominent رایتر نویسنده پرومیننتی هست بسیار برجسته هستش prominent prominent for example figure شخصیت برجسته ایه. مثلا مهران مدیری okay he is a prominent figure for example in Iran he is a prominent figure in Iran چهره برجسته در کشور منستش prominent برجسته و مهم لغت بعدی ما میگه requisite requisite یعنی ضروری پاسپورت, پاسپورت یک ضرورت حساب میشه A passport is requisite for international travel پاسپورت برای سفر بین المللی ضروریه Is requisite چرا میگه important, essential, vital برو 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 بگو requisite This is requisite Requisite بسیار ضروریه It is requisite to carry your passport Okay این که پاسپورت با خود حمل کنی Take it with you That's important That's requisite هم خانواده مهمه Requisite لغت بعدی ما توی این در دوستان میگه stable ثابت آیا اقتصاد ثابته no the economy is not stable that's not stable اقتصاد ثابت نیست دما ثابت نه دما ثابت نیست temperature, temperature is not stable temperature is not stable temperature is not stable بسیار عالی لغت بعدی ما میگه unravel باز کردن unravel افشا کردن باز کردن رمز گشایی کردن میستری میشه یک رمز یک راز یه چیز مرموز میگم که I, I really want to unravel this mystery but I can't خیلی دارم میخواد که این راز و این رمز رو آن کنم آن کنم افشاش کنم بازش کنم رمز گشایی ها نمیتونم رمز کنم آن میگم که دیگه نگران نباش جیمز زمان میبره میگم که it takes time it takes time to unravel the history it takes time to unravel this code یه کد برنامه نویسی میخوای unravelش کنی رمز کنی بازش کنی بهش پی ببری به این میگی unravel unravel the mystery unravel the code. unravel the mystery, history, box, encrypted message. یک پیام رمز نگار شده وقت شما آن می میکنی یعنی میخوای رمز گشایی کنی و اون پیام رمز گذاری شده رو بازش کنی به این میگه آن رویل بریم بری دوستان لغت بعدی ما میگه ویگ بسیار مبهم یه پیامی ارسال شده فقط حروف اول جمله رو نوشته میگم که get really vague message I can't make heads or tails اصلا نیم سر در نمیارم این لام اصلا چی اصار کرده چرا؟ مبهمه vague vague that's a vague message that's a vague book that's a vague speech سخرانی مبهمیه that's a vague statement اعلانیه بیانیه مبهمیه زنگ میزن و منظورش چیه میگه فردا ساعت نه نخته ساعت نه چیکار کنیم فردا بیایم شرکت نیاییم شرکت that's a vague message میگیم که مبهمه لغت آخر میگه وست وستی ایران کشور وسیعیه درسته میگیم ایران از وست کانتری ایران از وست کانتری ایران بسیار کشور وسیع حساب میشه ایران هاز وست اوشنز اقیانوس ها و دریاهای وسیعی داره وست لیکس دریاچه های وسیعی داره وست وسیع میتونه بگی دانش میتونه بگی بیابان میتونه بگی اقیانوس هر چی وست میشه وسیع بسیار عالی درس 29 هم تموم شد و درس سیوم رو با هم خواهیم داشت درس آخر دوره هزم تافل با دورای هزم انگلیسی هم را باشید که دوره بعدی دوره در حال زفت 1100 هست و دوره رو با هم دیگه ادامه خواهیم داد.